برای 5 روز مصرف ارسن تهران ما ذخیره خونی داریم. هر لحظه امکان داره این 5 روز پایین تر بیاد و یه حالت بحران تبدیل بشه. تهران تو این چند سال یه بار فکر کنم 10 هم 11 هم بشه. از هر 6 ماه یه بار هم میام. تو سالی دو بار میام خون میدم. امسال چون بعد تعطیلات ما همراه شد با موج 4 بیماری کووید 19 یا کرونا و از اواخر فروردین هم ما ماه مبارک رمضان داشتیم. به همین دلیل ما موجی که انتظار داشتیم و هر سال باهاش مواجه بودیم امسال اون موج مراجعه نداشتیم. من این مقدار مشکل خونی دارم، باید حتما خونم رو بدم. بعد گروه خونم هم به همه خونم میخوره دیگه. خب بالاخره مهمه که به خون رسانی کنیم. از 18 سالگی حساب کنیم این چه میشه. 47 سالم. در ماه مبارک رمضان خوشبختانه مراجعه مردم بد نبود. مردمی که نزدی داشتن جهت اهدای خون به خصوص دست شب قد مراجعه کردن، اما خب نسبت به اصطلاح ماهای مشابه قطعا ما با کاهش مراجعه و اهدای خون مواجه بودیم. یه اهدای خون دیگه اهدادیه مشخصه دیگه. وقتی آدم خون میده این مقدار احساس میکنی که از اون فشار سلام خون که تو بدن انسانه یه مقدار سبکتر میشه. من یه همچین حالتی بهم دست میده. اگر این روند ادامه پیدا بکنه امکان داره که ظرف چند روز آینده و حداقل 1 هفته آینده ما وارد حالت بحران بشیم. من قول به مردم میدم، قولی که ما همیشه در این مدت 1.5 سال به مردم دادیم که هیچ مشکلی برای اونا در مراکز انتقال خون ایجاد نمیشه. تمام شیوه نامه‌های بهداشتی به طور کامل ما رعایت میکنیم و مردم با خیال راحت میتونن به مراکز ما مراجعه بکنن. که مردم عزیز خواهش میکنن اگر گروه خون منفی مخصوصا اوه منفی دارن به مراکز ما مراجعه بکنن، اما نیاز به تمام گروه خونی در حال حاضر هست. همون از رسانه ها شنیدم که خون نیاز دارن، واسه همین هم اسمسش اومد برام که نیاز دارن به خونم چون او مثبت هستم. فکر میکنم بیشتر نیاز باشه.